سلام دوست عزیز، خدا کنه جور و صحت باشین. امروز میخوایم دلده آماده کنم. امیدوارم که غذای خوشمزه خوشتان بیایه. حتما تا آخر ویدیو مرا همراهی کنید. مواد لازم شه یک جای با هم میبینیم. نیم کیلو گوشت، دو گیلاس گندم میده، یک دانه پیاز، دو دانه بانجان رومی، نیم گیلاس ماش جوش داده، نخود یک قوطی نرم شده، البته روغن نیم گیلاس، زردچوبه، شبت، سیر، نمک و مصالحه که خودم تیار کردیم به اندازه ضرورت. حالا میریم طرز تهیش با هم یک جا میبینیم. اول روغنه در دیگ اضافه میکنیم. بالاش پیاز اضافه میکنیم. میمانیم که یک چند دقیقه نرم شوه. امرای نمک. نیمچه نگاه کردیم بر پسانتر بر دلده ضرورت داریم. اینجا هم چند دانه سیر میگیریم. نیم سیر ماندیم بر سیرده و همین چند دانه سیر گرفتیم. پیاز میبینیم تقریبا کاملا نرم شده، آماده است. حالا بالاش گوشت ریزه میکنم. به اندازه خرد میبینین ما گوشت توته کردیم. سیر بالایش اضافه میکنیم. به حرارت زیاد میمانیم که خوب صحیح پخته شوه، رنگش تغییر کنه. حالا کمک یک قاشق چای خوری ما زردچوبه بالایش اضافه میکنم. باقی ماندهش هم میمانم به خود دلده استفاده میکنم. خوب سرخش میکنیم 3-4 دقیقه. بنین کاملا سر روغن شده، آماده. سالا همی بانجرومی که از ماشین کشیده بودیم بانجرومی را اضافه میکنیم. شما میتونین رو اضافه کنین، چون بانجرومی تازه وقتش است. من بانجرومی استفاده کردم. در این زمان در دیگه یک لیتر آب تقریبا اضافه کردیم. همی گندم و بالایش اضافه میکنیم. میمانیم که گندم خوب جوش بخوره، گندم کاملا نرم شوه. در این زمان گوشت هم سر روغن آمده، تقریبا آماده است. بانجرومی کاملا سرخ شده دهش و همی قفه های سر گندم هم میگیریم برطرف میکنیم. بالای شاله نیم گلاس ماش نرم شده را اضافه میکنیم. به خاطر که ماش سخت تر است، ماش یک چند دقیقه جوش داده میشه که بسیار کم نرم شده، بعدا اضافه کردیم. قرمه هم آماده است میبینین. حالا بالایش 3 گلاس آب جوش اضافه میکنیم. بر 15 الی 20 دقیقه میمانیم که بخار بگیره تا که گوشت کاملا نرم شوه. میبینین آبش کمی خشک شده، هنوز نرم نشده. کم دیگه هم آب اضافه کردم. مقدار نمک باقی مانده را اضافه کردم دهش. البته شما میتونین کمی دلده را در دیگ بخار هم آماده کنین، چون زود میسوزه. ما به او خاطر در دیگ ناسوز آمادهش کردم. البته در این مرحله حرارت گاز کم مانده. میبینین یه ذره نرم شده. حالا زردچوبه باقی مانده را بالایش اضافه میکنیم. مساله دیگ و شبت هم بالایش اضافه میکنیم به خاطر که خوشبویش با نده بینش. اینا را خوب قطع میکنیم.
حالا نخود اضافه میکنیم، البته نخود قوطی است که من نیم بسیاریش اضافه کردم. شما میتونین لوبیا هم اضافه کنین، اگر از نخود خواستین لوبیا اضافه کنین. کمک یک قاشق نانخوری چیکن استاک یا یخنی مرغ اضافه کردم به خاطر طعمش. این هم 15 دقیقه بعد که گوشت ما باید آماده شده باشه. کاملا سر روغن شده، قرمه ما آماده است. و دلده هم آماده شده. در این مرحله سیرداغ تیار میکنیم. سیرداغ بالایش اضافه میکنیم به خاطر خوشبوییش و مزه هرچی بیشترش. اگر شما خواستین میتونین اینجا مرچ تازه یا مرچ سرخ هم اضافه کنین. در دلده بسیار خوشمزه است. این خوب گردش میکنیم. بعدا قورمه را بالایش اضافه میکنیم، باز هم خوب گتش میکنیم و مدت 15 الا 20 دقیقه دم میتیم شکه امی خوشمزگی قورمه را خوشبویی شه و اصیر در دلده جذب شوه و دلده ما خوشمزه تر بیاید. شما میتونین دلده سخت تر هم آماده کنید که همراه دست نوش جان میشه، ولی من خوش دارم نرم باشه، قاشقی نوش جان شوه. البته بعضی دوستا دلده سخت خوش دارن، لیکن من همه قسم آماده کردم. این هم سیر و ماست که تیار کردیم بر سرش. کمک نمک اضافه کردم، نانای خشک و مرچ خشک هم به خاطر تزیینش. این هم ماست سیر ما که آماده شد. این هم دلده که آماده شد بعد از اینکه دم دادیم شد آماده صرف کردن است. حالا دغوری میکشیم و کمی قورمه بانجان رومی هم سرخ کرده بودم به خاطر سرش، به خاطر دیکوریشنش و مقبولیش. تشکر از دوستایی که همیشه ویدیوهای مرا میبینند، لایک و کامنت میتند. جهان سپاس از هر یکتان. دوستایی که جدید هستن اونا را خوش آمدید میگم به چینل خود. امیدوارم که ریسیپی امروز هم خوش شما دوستای عزیز آمده باشه. تشکر از حمایت و همکاری هر یکتان. تا ویدیوهای بعدی شما دوستای عزیز به خداوند پاک مسپارم. خدا نگهدار همه ایتان.